پوزیسوس من یکی از آنهای اصول می کنم این از عشق پاک من همیشه من تو را آسان نیاوردم به دست من تو را استاد اکبر گلپایگانی اسطوره آواز ایران هستیم. امروز استاد ما، استاد عزیز ما 80 ساله میشن. من این یکی دو ساعتی که اینجا بودم آقای مختابات باور کنید که بالغ بر 100 تلفن از سراسر کشور و خارج از کشور شد که نسل های مختلف از سن های مختلف به استاد اکبر گلپایگانی تبریک میگفتن. داشتم به این فکر میکردم که واقعا چه توفیقی میخواد یه هنرمندی که شاید خیلی از این جوانها اصلا اون روزهایی که استاد اکبر گلپایگانی اجرا میکردن و سن میرفتن اصلا متولد نشده بودن، ولی این چه انرژی و چه نیرویی که میتونه یک هنرمند رو ماندگار بکنه. من به ذهن ناقص من رسید که خارج از اون صدا و در واقع اون تبحری که استاد در خواندن دارن صفای باطنشون است. من تصور میکنم که این توفیقی است که واقعا جناب استاد اکبر گلپایگانی نازنین دارن از یک خانواده ریشه‌دار و اصیلی که پدرشون، برادرانشون، خانواده ارجمندشون از مفاخر روزگار بودن. من خواهش میکنم که به افتخار استاد اکبر گلپایگانی دست شایسته بزنید. خیلی متشکرم. همین که چشم میفته به شما این اصلا سن و اینا فراموش کن، چون من فکر میکنم که من اصلا کوچیک‌ترم. استاد بگم این صفر رو جا به جا کنیم بذاریم. روز خوبی برای من هست در خدمت استاد اکبر گلپایگانی هستم. ایشون برای هم فرمودن من چند نسخه از اثری که خودشون خوندن دیگه درس برسدن خدمت. همجور که عباس سجادی عزیز گفت الان اگه دور میدیم عزیزانی که دارن عکس میگیرن اونها رو نشون بده، همینطور دوست عزیز من که بیارون این خوبی رو نواختن جناب آقای اسلامی عزیز، اینا همه اکثریتشون متولد بعده دارن، واقعا سنشون به سده هم نمیرسه و این نشون دهنده این نفوذ هنر استاد اکبر گلپایگانی است که نسل ها رو در نظر گیره و در غرب همه ما جا داره و همیشه و
همونطور که حافظ گفته از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دفعات بمان. خیلی خوشحالم انشاءالله که استاد ما جشن 105 سالگی شما میشه. تو قفس. قبل از اینکه کیک رو در بوده بریده و شمع روشن کنیم و شما فوت کنید، یکی از دوستان ما یه مطلبی دارن که بخونن. بفرمایید. شاهد آن نیست که موی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. گویی برای آن آفریده شده تا برای خدایش به مردم سرزمینش بخواند. آقای فاخر و زیبای او تجلی هنر ایران و برخواسته از اعماق وجودش است و آنچنان جذاب و ملکوتی است که هر شنونده ای را مجذوب و مسحور راز و نیاز عاشقانه‌اش می‌کند. رنگ و زنگ صدای او منحصر به فرد و تکرار ناپذیر و وجودش مملو از مهر و صفا و صمیمیت است. استاد اکبر گلپایگانی مایه فخر و مباهات موسیقی ایران 80 سال پیش در چنین روزی پا به چه زبون تشکر کنم و نمیتونم صحبت کنم. درود بر شما استاد، انشاءالله زنده باشید. واقعا این رو میگم، نه یک ایران که کسانی که با ادبیات فارسی با هنر ایرانی عجین هستند و هنر ایرانی میشناسن با صدای جناب عالی زندگی کردن، عشق کردن و صفا کردن. خدا این صدای پاک و آسمانی شما رو که واقعا یک ودیعه الهی است برای این ملت، یک گوهر ارجمند است، حفظ کنه. ما دوست داریم که بلو یک بیت هم شده در این لحظات بسیار زیبا و دلنشین از شما به یادگار در خواب ذهنمون باشه. باور کنید که اینکه من نمیتونم بخونم حقیقت اینقدر خوشحالم، اینقدر خوشحالم که از خوشحالی نمیتونم بخونم. چشم افتاد به این مجسمه که آقای پوجیان و سایر هنرمندان چه در خارج چه در ایران کمک کردن مجسمه است تندیس سنگی منو درست کردن. یک کلمه اونجا بود، اون منو خیلی چیز کرد، به حالت انفجار است. نوشته روش گویای خاموش. این نوت در موسیقی نوت ما داره به نام سکوت. خب این نوت خیلی قشنگه، بعضی جاهای سکوت، چون من اصلا از کار سیاسی به طور کلی خوشم نمیاد و هرچی هست محبت و عشق و لطفه، ولی این کلمه من اصلا واقعا منفجر کرد که من باید اینجا بشینم و الان اینچنان دگرگون شده باشم. ولی برای اینکه خب همه عزیزان من با خصوص آقای مختابات که واقعا دوست دارم صداشو باید شخص، این مهمه. همه چیزا میاد تموم میشه، این زندگی مثل برق تموم میشه، کفن هم جیب نداره ایش که هم با این از تو این مملکت چیزی با خودش نمیتونه ببره، ولی اون انسانیت بیرونه. به هر صورت من از همه شما تشکر میکنم، از آقای مختابات و برای اینکه یه حسن ختامی به این کار داده باشم. به همه هم توقع داریم که نه من نمیخونم و از این حرفایی که سرما خوردم و از اینو میگم، نه من نه سرما خوردم نه چیزی، صبحم ورزش میکنم. اما یه دونه آهنگ جدید من خوندم، من همیشه ماهورم از سول بخوندم، این دفعه از لا خوندم. یه نوت بالاتر که نگن که در 80 سالگی نمیشه خون، چه در 80 سالگی هم میشه خون. این آهنگ به نام ویرانه اسمشه، پخش نشده، اینو تقدیم میکنیم به شما آقای سجادی. استاد یه تیکه اولشو بخونید، بقیه رو از اونجا گوش میکنید. شعرش اینه که من زمزمه کنید، نمیخوایم حالا من لا بخونید، یه ذره پایین تر. این وقتی که ما رفتیم به چیز، رفتیم برای زلزله رو تماشا کردیم، من خیلی متأثر شدم. دیدم اینجا که یه موقعی واقعا عشق بوده، صفا بوده، خانواده بوده، بچه ها بوده، هیچی به جا نیست. زلزله کجا استاد؟ آذربایجان. بعد ما وقتی که دیدیم، من با یکی از رفقام صحبت کردم، گفتم این اینجوره اینجوره اینجوره. اون آقا رو به صوفی میگن، آقای توکل، هم آهنگسازه هم شاعره. بله، گفتم من یه همچی چیزی رو میخوام. اینا ببین هیچی نیست. گفت رب این ساخت که آنجا که روزی خانه عشق و صفا بود،
دیگر به جا نیست. استاد اینو چجوری خوندی؟ سختی که با منش سایه لطف خدا بود استاد دیگر به جا هم یه تیکه اول آنجا که روزی خانه عشق و صفا بود، سطری که با مش سایه لطف خدا بود، دیگر به جا نیست، دیگر به جا نیست. از آتش ما خاکستر نمونده، این خانه ویران گشته جز یک در نمونده، آن هم در این نیست، ره گستری نیست. اول که من رامت شدم، پابسته ی دامت شدم، عاشق‌ترین بودی برایم، حال آخرینم بهر تو، رنج آفرینم بهر تو، کم خنده کن بر گریه هایم. اول که من رامت شدم، پابسته ی دامت شدم، عاشق ترین بودی برام، حالا آخرینم بر تو، رنج آفرینم بر تو، کم خنده کن بر گریه ها مویم. شاید در میان تمام موسیقین هایی که بایی گلپایگانی همکاری داشتن، شاید زمان طولانی تری من این شانس داشتم، این افتخار داشتم در کنار این هنرمند استاد در کنسرت های مختلف، حالا یه سری محافل خصوصی در تهران یا ایران، مثلا شهرستان مختلف، و به خصوص کنسرت های خارج از کشور مثل کانادا، مثل امریکا، مثل سراسر اروپا، استرالیا، و به هر حال در کنار این هنرمند بودم. من دو تا خاطره رو تعریف میکنم، یکیشو زفت کنید، دومیشو همه خاموش کنید، اونو زفت نکنید اگر خواهش کنم که خواهش هم نکنم. خاطره اولم برمیگرده به اولین دیدار من با آقای استاد اکبر گلپایگانی. من یادم میاد که تقریبا شاید 18-19 سالم بود، دانشجوی دانشگاه بودم، رشته دانشکده علوم تغذیه و بهداشت، و آقای گلپایگانی در اوج خوانندگی، در اوج شهرت، در اوج محبوبیت، جالبه مردم کوچه بازار همه هر جا می رفتید، مثلا یا مغلوب سگاه رو زمزمه می کردن، پیش ما سختگان مسجد و میخانه یکیست، یا مست مستم ساقیا دستم بگیر، مثنوی شور، شعر زیبای زنده یاد بیژن ترنگ، زمزمه میکنم. میدونیم آواز کمتر زمزمه میکنم، به ندرت اتفاق بسده که آواز رو ببینیم مردم میخونن، معمولا تصنیف رو میشنم. خب اون موقع جوان مادیم و تیپمون بد نبود، موقعیتی داشتیم، قرار شد که یه تیک سوال بزنم. من به آقای گلپا گفتم آقای گلپایگانی چی بزنم؟ آقای گلپا با یه غرور رو با یه کلامت گفت چی بزنی؟ هرچی دوست داری. سگاه خوبه، بسیار عالیه. کدام های گلپا از چه نوتی بزنم؟ میدونید که خواننده ها خوب اینجا استاد تشریف دارن، خود آقای عباس سجادی هم دوست خوش آقای ماست، ردیف ها رو خوب میشسته، و همه تون به نوعی با هنر، هم هنرمندید هم با هنر سرکار دارید. میدونید عموما خواننده ها به هر حال یه جای خاصی داره صداشون برای هر آوازی، هر قسمتی، یهو با یک
غرور رو با یک تفاخری گفت از هر چه دوست داری بفرست. یعنی چه سوالی میپرسی؟ خب یه جوان 18 19 ساله یه خودش شیطون بوده میگه شیطنت کردیم و چپکوک زدم یه جای خیلی ناجور. پس هر جا بزن چیکار میخواد بکنه دیگه؟ خلاصه درآمد و چارمیزا و اینا رو زدم، منتظر بودم ببینم که آقای گلپا چیکار میکنه. نمیام که پیر شروع کرد به خوندن مخالف سگاه، یعنی درست وسط جای صدای خواننده مرد میفته. این شعرم خوب یادم میخوند: خدایی کنه مهگناهم ببخش، در آغوش هستی پناهم ببخش، به عشقم نگیری به مرگم سپار، به عشقم نبخشی به آهم ببخش، به موی سپیدم، موقع موهای ما همه سیاه بود، به موی سپیدم نظر کن به مهر، پس آنگه به بخت سیاه هم ببخش. دکتر بهادر یگانه، همش هم باید بگیم زنده یاد. درس آقای گلپا، اونجا من تسلط ایشون رو در آواز دیدم. خیلی خلاصه در چند واژه کوتاه عرض کنم که آقای گلپا یگانه اولا در هر محفلی که میخوند محفل و اول بررسی که از طریق روانشناسی این حرفا که این چه محفلی، جوونن، میانسالن، پیرن، بنابراین در نظر میگرفت که در چه جمعی و کجا داره میخونی. خیلی آسان نیاوردم به دست،